در برنامه ظهر یک شنبه هستیم. ظهر یک شنبه شما بخیر. آرزومند سلامتی برای شما هستم. امیدوارم که صداتون مثل صدای من نگرفته باشه، تب نداشته باشید، اصلا که زکام نباشید، سالم و سرحال به تماشای برنامه های امروز تلویزیون یک نشسته باشید. اصلا که هفته گذشته، امیدوارم این صدا بگذاره که من با شما صحبت کنم، هفته گذشته کنسرتی در برلین برگزار شد. آقای سیاوش قمشی، خانم دلارام و خانم الی در این کنسرت شرکت داشتند. طرفداران آقای سیاوش قمشی کم نبودند، همه برای شنیدن صدای ایشون، ترانه های بسیار زیباشون در سالن بودند که ما هم این افتخار رو داشتیم. ولی متاسفانه آقای سیاوش قمشی بعد از خواندن 11 آهنگ صحنه رو ترک کردند و این خودش اسباب دلگیری فراهم کرد، تا حدی که در موقعی که ما داشتیم سالن رو ترک می‌کردیم، برخی از خانوم‌ها به خصوص شنوندگان این کنسرت، شرکت کنندگان، گله کردن. یه مقدار هم خود چشم ما می‌بینن، برای که ما اگه رو پخش می‌کنیم و دوستان توقع دارن که ما هم در این زمینه انتقادی هم داشته باشیم، اگر عیب و ایرادی هم می‌بینیم از طریق تلویزیون بگیم. خب برای اینکه دوستان رو یه مقدار راضی کرده باشیم، یه مقدار هم تنها به قاضی نرفته باشیم، طرفین رو دعوت کردیم. یعنی اینکه اول با آقای سیاوش قمشی صحبت می‌کنیم و بعد هم میریم سراغ برگزار کننده. به قسمت اول گفتگوی خانم نگین با آقای سیاوش قمشی توجه فرمایید که آقای جمشید مصلحی تصویر برداری کردند. سهم من از با تو بودن غم تلخ غروب. بینندگان عزیز، همونطور که ملاحظه می‌فرمایید آقای سیاوش قمشی تشریف دارن اینجا، هنرمند با احساس و با سابقه فعال. در هتلی که تشریف دارن خدمتشون اومدیم در لحظات آخری که دارن برلین رو متاسفانه ترک میکنن. خیلی خوش آمدید به شهر ما. خیلی ممنونم. مرسی. دیشب کنسرت داشتید، لذت بردید؟ دیشب کنسرت داشتید. بله بله. متاسفانه مقدار اجرای برنامه من کمتر از این بود که باید باشه. بله. کمی کمتر البته. بله. من 16 تا آهنگ داشتم که بخونم، تمرین کردم با ارکستری که در بروکسل بلژیک هستن. بله. و متاسفانه بیشتر از 11 تا اجرا نشد، به خاطر اینکه این در تمام زمانی که من دارم خوانندگی میکنم که بالا بر 11 سال میشه، این بدترین ساوندی بود، بدترین دستگاه صدایی بود که تا حالا من توش خونده بودم. به قدری بد بود که اگر واقعا اون اشتیاق پسر دخترهای اون جلو که با من میخوندن و میرقصیدن و اینقدر داشتن لذت میبردن از برنامه نبود، واقعا اون 11 تا رو هم نمیخوندم. خیلی بعد تذکر دادم از ساعت 4 بعد از ظهر، گفتم که این آقایون دستگاه های اشکالی نداشت، آقایونی که آمده بودن دستگاه ها رو کنترل کنن و کار کنن به هیچ وجه حرفه‌ای نبودن، خودشون هم میدونستن. از طریق آقای فریدون که پرکاشن پلیر ما هستن و آلمانی بلدن، بله، با اینا تماس گرفتیم. اصلا نمیدونستن چی میگن، نمیدونستن دستگاه ها چه کار حتی میکنن. بله. و واقعا تا اونجاش هم خیلی مشکل بود، ولی بیشتر از اون دیگه نمیشد. یاد تو هر تنگ غروب تو قلب من میکروبه، سهم من از با تو بودن غم تلخ غروب. تلات شما فکر میکنم به قدری بود که ماها که پایین بودیم به هر حال به اون شکل متوجه مشکلات نمیشدیم و مردم شروع احساس خاصی داشتن. ای کاش که تمام میشد به هر حال به این نحوی. نه یه آهنگ دیگه حالا نه دیگه، بعد بله یه خداحافظی انجام میشد. من به طور کلی بیشتر از 11 تا 12 تا هم نمیخوندم. نمیخوندین در هر صورت؟ بله، ولی ادامه پیدا میکرد و تمام میشد خیلی بهتر بود. بله، به هر حال میخواستم از حضورتون سوال کنم به نمایندگی از طرف خیلی از دوستداران و طرفدارای شما که این همه احساس از کجا ناشی میشه در آهنگ ها و در ترانه های شما؟ آهنگ ها احساسش من اینه که من از 5-6 سالگی موزیسین بودم، پیانو میزدم و همیشه خیلی عاشق موزیک بودم. بله. هنوزم نمیدونم اگر که موزیسین نبودم و آهنگساز نبودم و خواننده نبودم چی کار میکردم، ولی ترانه ها مربوط به من نیست، ترانه ها مربوط به ترانه سراهاست که فقط من با وسواس انتخاب میکنم شعرهای خوب رو، ترانه های خوب رو. بله. از ترانه سراهای معاصرمون که هستن در ایران. بله. اروپا، آمریکا. یاد تو هر تنگ غروب تو قلب من میکروبه، سهم من از با تو بودن غم تلخ غروب.
بینندگان عزیز تلویزیون یک، همونطور که مطلع هستید شنبه هفته گذشته کنسرت باشکوهی در برلین برگزار شد با حضور خانم دلارام، خانم الی و آقای سیاوش قمیشی. منتها به دلیل اشکالات و انتقاداتی که در قسمت مربوط به برنامه آقای قمیشی پیش آمد، از مسئول برگزاری کنسرت آقای کامبیز دعوت کردیم به استودیوی تلویزیون یک تشریف بیارن. به برنامه ما خیلی خوش آمدید. متشکرم. خواهش میکنم. خسته نباشید آقای کامبیز. کنسرت خیلی خوب برگزار شد. اواسط برنامه، یعنی فقط قسمت مربوط به آقای سیاوش قمیشی، اشکالی گویا در مسائل مربوط به صدا پیش آمد که ایشون بدون خداحافظی و بدون مقدمه سالن رو ترک کردن. شما نظرتون در این رابطه چی هست؟ البته من در اون قسمتی که ایشون سالن رو ترک کردن تو سالن نبودم، به قسمت دیگه سالن بودم، ولی خب بعد که پیش ایشون رفتم ازشون سوال کردم که برنامه‌تون کوتاه بوده گویا، ایشون گفتن که نه، برای من همین اندازه است و برنامه اجرا کردم. بعد ایشون سوال کردم که آیا اشکالاتی در صدا پیش اومده، که ایشون گفتن که یک مقدار مشکل در صدا بوده، ولی من فکر نمی کنم که فقط مسئله صدا بوده باشه، چون اگر اشکالی در صدا بوده ایشون در 12 تا آهنگ خوندن میتونستن یک دو تا بیشتر هم بخونن. بله بله. ولی قبل از اون هم خانم دلارام و خانم الی برنامه اجرا کردن. بله، برنامه‌شون کامل اجرا کردن. بله. خانم الی، و من فکر می‌کنم که اگه اشکالی بود تو صدای اونها میتونست باشه. بله بله. آقای کامبیز، این دستگاه‌ها قبلا چک نمیشه؟ دستگاه همیشه 4-5 ساعت قبل از برنامه به صورت سان چک یا همون چک شدن که شما میگین چک میشن. خب این مقدار این بار کم لطفی از طرف خود آقای قمیشی بود که قرار بود ساعت 1 برلین تشریف بیارن، ولی ایشون گویا یعنی ساعت 7 اومدن، 7 شب اومدن که 1 ساعت سان چک کردم. و خب از سالون بعد از سان چک به هتل رفتم و سر موقع برای برنامه‌اجرای برنامه‌شون اومدم. بله. و من فکر میکنم که اگر که اشکالی هم روی سن واقعا از نظر صدایی وجود داشت، ایشون با تجربه زیادی که دارن و خب یک آهنگساز بزرگی هستن که من خیلی خیلی طرفدار ایشون هستم، خیلی ایشون دوست دارم. بله. میتونستن یک پازه کوتاه بدن و در این پازه اون اشکال صدا رو برطرف کنن. بله، در پازه بتونن اشکال رو برطرف کنن. بسیار خب، شما اگر پیامی، صحبتی با هموطنان دارین، با بینندگان، با کسانی که به هر حال در کنسرت حضور داشتن به خاطر این اشکال احتمالاً ناراحتی هایی براشون پیش آمده. من در اینجا لازم از بینندگان عزیز و کسانی که کنسرت از شوردن تشکر بکنم در بله اول، و بعدم متاسفم برای این اشکال کوچیکی که پیش اومده و امیدوارم که چنین اشکالاتی در آینده پیش نیاد. بله بله. خیلی متشکرم از شما، از حضورتون در برنامه ما. خیلی ممنون. تشکر میکنم. خواهش میکنم.